حرفای آخر استیو جابز مؤسس و مالک شرکت اپل نظرتان را به زندگی تغییر می‌دهد. این میلیاردر در سن 56 سالگی به اثر ابتلا به سرطان درگذشت. اینها آخرین سخنان پیش از مرگش بوده است. من به قله موفقیت در دنیای تجارت رسیدم. در چشمان دیگران زندگی پایان موفقیت است. هرچند در کنار کار کمی هم از زندگی هم لذت میبرم. در انتها ثروت واقعیت از زندگی است که من با آن خو گرفتم. در این لحظه من روی تخت بیمارستان دراز کشیدم و تمام زندگیم را مرور میکنم. حالا میفهمم که تمام معروفیت و ثروتی که با آن رسیدم و با آن افتخار میکردم با وجود مرگی که انتظارم را میکشد بی‌معنا شده و رنگ باخته است. شما میتوانید کسی را استخدام کنید تا برایتان رانندگی کند یا برایتان درآمد کسب کند، اما نمیتوانید کسی را استخدام کنید تا بیماریتان را به جای شما تحمل کند. اشیای مادی از دست داده شده میتوانند برگردانده شوند، اما یک چیز وجود دارد که اگر از دست رفت دیگر برگردانده نمیشود. آن زندگی است. وقتی کسی وارد اتاق عمل میشود میفهمد که یک کتاب وجود دارد که میبایست خواندنش را به پایان برساند. و آن کتاب زندگی سالم است. در هر مرحله ای از زندگی که اکنون به سر میبریم، در زمانش ما با روزی روبرو خواهیم شد که پرده پایین کشیده می شود. دارایی واقعی عشق به خانواده، همسر، پدر و مادر، بستگان و دوستان است. کاملا خوش بگذرانید و به دیگران احترام بگذارید. هرچه بزرگتر و عاقل‌تر می شویم، کم کم می فهمیم که داشتن یک ساعت $30 یا یک ساعت $300 تفاوتی ندارد، چون هر دو یک زمان را به ما نشان می دهد. بکس جیبی $30 داشته باشیم و یا $300 تفاوتی ندارد، زیرا هر دو یک مقدار پول را در خود جا می دهند. داشتن موتر $30,000 یا $30,000,000 تفاوتی ندارد، زیرا مسافت و مقصد یکی است و هر دو ما را می رساند. خوردن نوشیدنی $30 با $3,000 نیز فرقی ندارد، چون اثرشان تفاوت چندانی با هم ندارد. خانه ایتان 50 متر باشد یا 5,000 متر فرقی ندارد، چون تنهایی در هر دو زجرآور است. شما خواهید فهمید که خوشبختی هرگز با داریهای مادی به دست نمی آید. شما در چوکی VIP باشید یا در چوکی معمولی فرقی ندارد. اگر هواپیما سقوط کند در هر دو قربانی خواهید بود. بنابراین امیدوارم بفهمید که خوشبختی واقعی در داشتن خانواده، دوستان و آشنایان و خوشگذراندن با آنهاست. کسانی که با آنها حرف میزنید، میخندید، میخوانید، بازی میکنید و از هر دری سخن میگویید. این از خوشبختی واقعی. 5 حقیقت غیر قابل انکار زندگی. به بچه هایتان ثروتمند بودن را نیاموزید، بلکه خوشبختی را بیاموزید. تا وقتی بزرگ شدن ارزش اشیا را بدانند، نه قیمتشان را. غذایتان را مانند دارویتان بخورید. در غیر این صورت باید دارو را به جای غذا بخورید. کسی که شما را دوست دارد شما را به خاطر دیگر رها نخواهد کرد، چون اگر 100 دلیل برای جدا شدن وجود داشته باشد، او یک دلیل برای ماندن را خواهد یافت. تفاوت زیادی در بین انسان‌ها و انسان بودن وجود دارد. فقط عده‌ای کمی این را می‌فهمند. شما وقتی به دنیا میایید شما را دوست دارند و وقتی در حال مرگ هستید هم شما را دوست دارند، اما در این میان بین را باید مدیریت کنید. اگر شما میخواهید سریع حرکت کنید تنها بروید، اما اگر میخواهید دور بروید با یک همراه بروید. و در پایان 6 بهترین پزشک دنیا را برایتان معرفی میکنم: نور آفتاب، استراحت کردن، ورزش، رژیم غذایی و اعتماد به نفس و دوستان.